سلام و درود فراوان به همراهان عزیز. محبوبه تورتیز هستم با یکی دیگر از برنامه های پرشین ایوارتز. سلام و درود فراوان به همراهان عزیز. فاطمه فارسی هستم با یکی دیگر از برنامه های پرشین ایوارتز. امروز در خدمت جناب آقای سعید همایی‌فر هستیم. آقای همایی‌فر متولد 16 تیر ماه سال 1346 در شهر آبادان هستند و بعداً به تهران آمدند و هم‌اکنون ساکن شهر تهران هستند. آقای همایی‌فر دارای مدرک مهندسی مکانیک هستند و در صنعت نفت و پتروشیمی مشغول به کار می‌باشند. از نوجوانی به خوشنویسی علاقه‌مند بودم و اکنون 4 سال است که به صورت رسمی و پیگیرانه در این زمینه تمرین می‌کنم. ایشان خط را به صورت خودآموز کار کردند. آقای همایی‌فر، بسیار سپاسگزاریم که وقت با ارزش خودتون رو به ما اختصاص دادید و دعوت ما رو پذیرفتید. در خدمت شما هستیم، بفرمایید. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و دوستانی که ما رو ببینن. شما بیوگرافی منو که فرمایش کردین، بیوگرافی منو گفتین. در خصوص خط هم علاقمندی جدی بنده است. در خدمتتون هستم اگر سوالی هست. در خدمتتونم. خواهش میکنم. آقای همایی‌فر، سوالی که من داشتم اینه که شما چرا و چطور از بین همه هنرها به هنر خوشنویسی علاقمند شدید؟ فقط زمینه ارتباط من با خط و خوشنویسی برنامه‌هایی بود که توی سالهایی که ما توی نوجوانی بودیم از تلویزیون پخش میشد و آثار اساتید رو نمایش میدادن. خب این توجه ما رو جلب کرد و سعی کردیم مثلشون بنویسیم. بعد دیدیم که به این سادگی ها هم نیست و جذب هنر خوشنویسی شدیم. چرا همایی‌فر، نقش همسرتون و خانواده در تکامل هنری شما تا چه اندازه بوده؟ طبعا خانواده نقش مشوق رو دارن در این خصوص. قطعا محیط آرام و امکان تمرین نقش خانواده است. قطعا اینجوری خطاطی نیاز به تمرکز و تمرین داره و این سکوت و این امکان تمرین رو باید حتما خانواده در اختیار بذارن دیگه وقتی توی خونه تمرین کنید. بسیار عالی. با پرشین ایوارتز هستیم و سوال میکنم از آقای همایی‌فر، به عقیده شما آیا خوشنویسی هنری ذاتیه یا اکتسابی؟ تا جایی که من میدونم هنر خوشنویسی هنری که با تمرین و ممارست به دست میاد و صرفا دانستن نیست. یعنی ممکنه شما با دیدن یه خط شکل و شمایل و حرکات قلم یا خودکار رو در اون نوشته بتونین تشخیص بدین، ولی اینکه دستتون، ماهیچه‌های دستتون بتونه با آنچه که توی ذهنتون هست ارتباط برقرار کنه و اون رو نقش ببنده روی صفحه، قطعا با تمرین و ممارست، قطعا به صورت ارثی نیست. ممنون میشیم. بهمون بگید که تعلیم چقدر در خوشنویس شدن یک فرد تأثیر داره؟ خیلی تأثیر فوق‌العاده‌ای داره. ببینید، یک استاد یا یک مدرس خوشنویسی سالهای سال در زمینه خوشنویسی تمرین کردن و تونستن به جایگاهی که الان هستن برسن. اگر ما بخوایم خودمون این کار رو انجام بدیم با آزمون و خطاهای بسیار زیاد و گاه شکل گرفتن خط به صورت غلط کار رو ادامه خواهیم داد، ولی یه استاد آنچه که میداند رو در اختیار ما قرار میده و باعث سرعت گرفتن آموزش و اصلاح اشتباهات میشه. آموزش نقش فوق‌العاده‌ای در خوشنویسی داره. من درسته به صورت خودآموز کار کردم، ولی به خاطر شرایط شغلیم و دور بودن از مرکز و عدم امکانی بوده، خودم رو محروم از استاد میدونم، نه کسی که خودش تمرین کرده. خیلی ممنون آقای همایی‌فر. میخواستم سوال کنم که به طور متوسط روزی چند ساعت مشق خط میکنید؟ با توجه به شرایط شغلی من حدودا نیم تا یک ساعت تمرین میکنم.
بیشتر از این به خاطر شرایطی که برای انگشت ها هم به وجود میاد مناسب نیست. بیشتر بعد از اون، بعد از یک ساعت به نظر من بهتره که مشق تصویری در واقع انجام بشه، که مشق چشمی روی کاری که اساتید انجام میدن دقت بشه، ظرایف و زوایا و تناسب ها رو ببینن. جناب همایون فر، از بین قالب‌های خوشنویسی، حالا قالب‌های قطعه نویسی داریم، چلیپا داریم، سیامخش و قالب‌های متفاوت دیگه، به کدومشون بیشتر شما راغب هستید؟ علاقه بیشتر به کدومش دارید؟ بنده با توجه به اینکه خط رو حمایل برای متن قلمداد می‌کنم، قطعه نویسی رو انتخاب کردم و تمایل بسیار زیادی دارم که متون، شعر و بخش‌های ادبی رو که انتخاب می‌کنم با به وسیله خط و به ساده‌ترین روش خواندن در اختیار عموم قرار بدم، چرا که سیامشق و چلیپا و نوشتارهای اینچنینی برای عموم قابل خواندن نیست، بیشتر به صورت تخصصی قابل خوندنه. بله آقای همایون فر، اهل قلم ثبت در یادگیری و آموزش خوشنویسی رو یکی از بالاترین ویژگی‌های این هنر می‌شمارد. نظر شما چی هست در این مورد؟ قطعا سبک‌های مختلفی که در خوشنویسی وجود داره در طول دوران تکامل پیدا کرده و به شرایط امروزی رسیده. خب سبک‌های مختلف در جایگاه خودشون اهمیت خاصی دارن، ولی فکر می‌کنم امروزه مخاطب بیشتر با فرم‌های جدید و شاید بک‌گراند‌های گرافیکی و دارای شکل‌های ویدیویی در کنار کار خط بیشتر ارتباط برقرار می‌کنه. سلیقه مخاطب امروزی خورده متفاوت از پیشینیانه. ببخشید آقای همایون فر، میخواستیم با عنوان یک هنرمند خوشنویس که حتما در طول روز با اشعار و کلمات بزرگان سر و کار زیادی دارید، رابطه بین ادبیات و هنر خوشنویسی و فرهنگ ایران رو چجوری ترسیم میکنید؟ من فکر میکنم پاسخ این سوال رو به صورت کوتاه در جمله قبلیم دادم. من فکر میکنم خط به تنهایی فقط یه ویژگی زیبایی شناختی داره. اگر متون ادبی و شعر فارسی در کنار این متون قرار، در کنار این هنر قرار نگیره، به تنهایی فقط یه زیبایی بصری داره. ولی وقتی شعر و ادبیات بر بستر خط قرار میگیرن، هم انتقال زیبایی شناختی خوبی دارن و هم متون ادبی و شعر بیشتر توی ذهن میمونه. قطعا نقش ادبیات به صورت عام، شعر و نثر، نقش بیبدیلیه در هنر خوشنویسی. با توجه به اینکه شما توی هر دو رشته نثری و شکسته نثری فعالیت میکنید، بفرمایید که چطور شد که به صورت حرفه‌ای و ویژه یک رشته رو انتخاب کردید؟ عرض کردم به خاطر اینکه با مخاطب عام بتونم ارتباط برقرار کنم و خط رو به عنوان حمایل انتخاب کردم. اصولا خط شکسته خط خطاط هاست، یه خط در واقع تخصصیه که عموم شاید نتونن باش ارتباط برقرار کنن. شاید ارتباط بصری برقرار بکنن، ولی خیلی ها نتونن به راحتی بخوننش و بیشتر خط اهل فن هست وقتی که پیچیدگی های خط شکسته اعمال میشه، در واقع برای زیبایی بیشتر به کار میره. ولی خط نستعلی خب خطی که همه با هر سطح سوادی میتونن بخوننش. بله عالی. با پرشن وارز ادامه میدیم. آقای همایون فر، با توجه به اینکه نستعلی رو عروس خطوط اسلامی لقب دادن و خطی در کمال اعتدال و توازنه، جایگاه خط شکسته رو چجوری ترسیم میکنید و چجوری میبینید؟ خط شکسته در واقع خب در امتداد نام شکسته پسوند نستعلیق رو داره
شکسته هم نوعی نستعلیقه، ولی با پیچیدگی ها و با کرشمه های قلم که به نحوی دست نویسنده رو بازتر گذاشته برای ایجاد شکل های بدی و فاصله گذاری های خاص، تو در تو نویسی ها و برای متن های طولانی تر استفاده میشه، چرا که کمتر خطات رو مجبور میکنه که قلم رو از بستر صفحه و کاغذ جدا بکنه و میتونه به صورت کشیده تر و طولانی تر متن رو بنویسه. این امکان باعث جذابیت خط شکسته برای کتابت در قدیم بوده و امروز هم خب به عنوان آثار شکسته استفاده میشه. چرا همای فرممون میشین که بگید که رشد و پیشرفت روزافزون گرافیک و کامپیوتر چه نقشی در رشد علم و هنر داشته؟ هنر خوشنویسی تونسته ایفا کنه؟ سلیقه مخاطب امروز بیشتر فکر میکنم هنرهای ترکیبی رو میپسنده. خب فونت‌های نستعلیق، فونت‌های خطوط مختلف باعث آشنایی و سهل الوصول شدن نوشتارها شدن. اگرچه هنوز ارزش نوشتار کلاسیک جایگاه خودش رو داره، امروزه نقش کامپیوتر و تکنولوژی باعث ترکیب تصاویر بدی نوشتاری و کارهای گرافیکی با همدیگه شده که برای مخاطب امروز جذابتر و قابل لمستر، قابل ارتباط برقرار کردن تر. بله. آقای همایی‌فر، آیا شما هم قائل به خاصیت مفهومی ویژه برای حروف الفبا هستید و به اونها از جنبه های نمادین توجه می کنید؟ من بیشتر فکر می کنم حروف با خودشون شکل‌های خاصی رو منتقل میکنن. گاه یک حرف در یک تابلوی قدیمی یا تابلوی جدید در یک نمایشگاه فقط نوشته شدن یک حرف باعث میشه آدم بتونه مدت‌ها بهش خیره بشه و شکل‌های حرکت قلم و حرکت‌های استادانه‌ای که در نوشتن اون استفاده شده، این انحناها ذهن تماشاگر رو به بازی میگیره و با خودش همراه میکنه. قطعا حروف مختلف با خودشون ویژگی‌های خاصی دارن. جناب همایی‌فر، به نظر شما شیوه های جدید خوشنویسی هم از تغییراتی که در دانگ و دوایه کشیده ها یا نقطه ها به وجود اومده، چه رابطه‌ای با تغییرات اجتماعی و ذهنی هنرمند امروز داشته؟ هنرمند امروز با هنرمند دهه‌های قبل تفاوت‌های بسیاری داره. آشفتگی‌های ذهنی و دغدغه‌های فکری هنرمند امروز باعث میشه که در کارش قطعاً دخیل بشه این دانگ‌ها و دوایر با شکل‌های تو در تو، شاید بخواد پیچیدگی‌های ذهنی خودش رو نشون بده و تغییر دانگ‌ها شاید به نحوی نمایشگر این بستر سریع حرکت زمان و تکنولوژی باشه. به نحوی من فکر میکنم این فاصله های اجتماعی از دهه‌های مختلف تا امروز در آثار هنرمندا به چشم میاد. بسیار عالی. با پرشین ایوارت هستیم. آقای همایی‌فر، شما چه توصیه‌ای به هنرجویان جوان دارید که تازه وارد این عرصه میشن؟ بنده فقط میتونم بگم که استفاده از محضر اساتید نقش فوق‌العاده‌ای در یادگیری درست و صحیح و صرفه‌جویی در زمان داره. شاید به نحوی به عنوان کسی که محروم از استاد بوده بتونم این توصیه رو به دوستان بکنم. جناب همایی‌فر، زنان در نقش در هنر خوشنویسی امروز چه نقشی داشته؟ از نظر شما چجور ارزیابی میشه این نقش زنان؟ در عرصه هنر خوشنویسی بانوان
ید طولایی دارن، خصوصا در دهه‌های اخیر بسیاری از خوشنویسان معاصر و حتی از اساتید خوشنویسی بانوان هستن و طبع ظریف بانوان باعث ایجاد و خلق آثار بسیار زیبایی در هنر خوشنویسی شده. نظر لطف شما رو میرسونه آقای همایی فرد. به عنوان آخرین سوالی که میخواستیم از شما داشته باشیم اینه که یکی از اشعار زیبایی که تا حالا نوشتید رو اگه لطف کنید برای ما بخونید یه دنیا ممنونتون میشیم. شاید بهترین شعری که بشه بهش اشاره کرد همون شعر سعدی بزرگ است که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آورد. بسیار عالی. فکر کنم توی سردیس مال سازمان ملل هم این شعر رو نوشتن. بله بله، از یکی از مرودی‌های سازمان ملل یه تایمی اینو نوشته بودن. بله بله بله، موفق باشین. خیلی خوشحال شدیم امروز تونستیم از حضور شما داخل برنامه خودمون بهره‌مند بشیم. ممنون که قبول کردید و خواهش می‌کنم ممنون که قبول کردید اومدید دعوت ما رو پذیرفتید. واقعا لطف کردید آقای همایی فرد، خواهش میکنم. سپاس فراوان از تمام بزرگوارانی که سپاس فراوان از تمام بزرگوارانی که همراه برنامه ما بودن. خداوند یار و پشت و پناه همه شما باشه. خدا حافظ همگی. منم به سهم خودم از همه از شما و بینندگان عزیز تشکر میکنم و ممنون که وقتی گرانبهاتون رو در اختیار ما و مجموعه پرشین اوارد گذاشتید. خواهش میکنم، خوشحال شدم در خدمتتون بودم. خدا نگهدارتون.